آلمان کشوری که بزرگترین اقتصاد اروپا و کمترین نرخ بیکاری رو توی اتحادیه اروپا داره و همچنین چهارمین اقتصاد بزرگ دنیاست. خب قطعا آلمان یه مثال ایدال واسه توسعه اقتصادی تو دههای اخیر هستش. امروز میخوام بهتون بگم, بگم که چرا آلمان قدرتمندترین و ثروتمندترین کشور اروپا شده، چرا اقتصادشون انقدر داره خوب کار میکنه و چرا شرکت‌های آلمانی موفق‌ترین‌های نوع خودشون توی اروپا هستند. و یا حتی اینکه چرا مردم آلمان تو بحران سال 2008 حتی ثروتمندتر هم شدن و اثر زیادی روی آلمان نذاشت. خب شاید براتون سورپرایز کننده باشه که آلمان برعکس خیلی از کشورهای موفق اروپایی مثل سوئیس، دانمارک، فنلاند، استونی یک کشور خیلی مداخله یا بهتره بگم مداخل، اقتصادش مداخله جویانه هستش. این یعنی چی؟ خب به این جدول یه نگاه بندازید این جدول نشون دهنده حقوق ناخالص و خالص توی کشور آلمان و اسپانیا هستش که داره رو میکنه اولین نکته که با نگاه کردن به این جدول میبینیم اینه که آلمان مالیات خیلی بیشتری نسبت به اسپانیا داره میگیره این در حالی که اسپانیا خودش جزو کشورهایی که بالاترین نرخ مالیات رو داره خب سرم امنیت اجتماعی آلمان خودش به تنهایی 40 درصده خب اگه مالیات بر درآمد رو هم بهش اضافه کنیم این نرخ این نرخ تا نزدیک به 50 درصد هم میرسه ولی خب یادتون نره که کلاس مالیاتی توی آلمان 6 گروه هستن که و بسته به اینکه تو کدوم یکی از این 6 تا گروه هستین یا مذهبتون چیه و وضعیت تحولتون چیه ممکنه مالیات خیلی پایین یا خیلی بالایی پرداخت کنید اما مالیات اضافه را فراموش نکنیم مثل VAT که به صورت میانگین 15 تا 8 درصد هستش VAT همون مالیاتی که روی اجناس هستش وقتی میرید خرید اون قیمت که روی زنس روی فروشگاه نوشته اونو پرداخت نمیکنه یه مالیاتی میاد روش که اونو پرداخت میده مثلا یه کیویتی برای ازناس معمولا یا 7 درصد یا 19 درصد واسه به بهت داره حالا تازه مالیات بر ثروت افسوده یا مالیات حمل و نقل و غیره رو در نظر نمیگیریم چون انقدر اینا پیتی دست خودم داشتم اینا رو میخوندم پس خوابم ببره اما اگه فکر میکنین سیاست های مدافع جویان آلمان فقط مالیات محدود میشه اشتباه درآمد پایه آلمان خب یکی از بالاترین درآمدهای پایه توی اروپا هستش که تو سال پیش یعنی 20 2022 1600 یورو به صورت خالص نتوی درآمد پایه بود اما خب به این جدول نگاه بندازین تعداد روزهایی که طول میکشه توی کشور آلمان یه شرکت ثبت کنید یا بیزینسی رو شروع کنی رو رونش میده متأسفانه دولت آلمان این کشور رو به یکی از کمترین کشورها در این زمینه تعقیل کرد همچنین آلمان یکی از کشورای توسعه یافته با کمترین منابع قانونی برای سرمایه‌گذاران کوچیکه و یکی از پیچیده ترین سیستم ها رو برای تجارت خارجی داره همه اینا رو بهتون گفتم که بگم خلاصه آلمان بهشت اشت سرمایه گذاری یا تجارت آزاد نیستش خب اگه تا اینجا ویدیو دوست داشتین سابسکرایب یادتون نره دکمه پایینه سابسکرایب کنین لایک و کامنت هم یادتون نره انرژی بگیرم و انگیزه بگیرم واسه ویدیوهای بعدی شاید الان بگین که خب اگه به خاطر نرخ مالیات کم یا وجودت بازار تجارت آزاد نیستش پس چجوری آلمان انقدر ثروتمند شده لازمه همه موفقیت ها چیه دقیقه؟ وقتی میخوایم در مورد موفقیت اقتصادی آلمان حرف بزنیم اینم یادتون نره که آلمان بازنده بزرگ جنگ جهانی دوم بود بعد جنگ به دو قسمت و غربی و شرقی تقسیم شد دانشگاه و مراکز علمی عمدتا نابود شده بودند و حتی دولت آلمان به پرداخت 20 میلیارد یورو قرامت محکوم شده بود اما علاوه بر همه اینا فقط 20 سال بعد از جنگ جهانی دوم طول کشید تا آلمان دوباره از نظر اقتصادی از انگلیس و فرانسه جلو بزنه. اولین جواب این, این سوال رو توی این نقشه میتونید ببینید. درصد باسوادی مردم رو داره نشون در اون زمان آلمان بالاترین درصد مردم باسواد رو داشت. آلمان یکی از کشورهای پیشرو در آموزش بود و تقریبا آموزش برای تمام مردم آلمان قابل دسترس دست بود و یه نکته جالب اینکه که بالای 80 درصد مردم آلمان حداقل تا 14 سالگی مدرسه میرفتن خب برای 100 سال پیش باور کنید یه رقم خیلی بالا هست شما 100 سال پیش ایران مثلا سال 1300 چند نفر مدرسه میرفتن چقدر با داشتیم خیلی کم بود خب نسبت به آلمان و نکته دیگه اینه که اون زمان اصلا آموزش توی اروپا تو اکثر کشورها برای نخبگان و زادگان بود و و اکثریت مردم عادی حتی اجازه نداشتند به مدرسه برن یا توانشون نداشتن اما خب توی آلمان برعکس بود آموزش برای همه بود و جوری تر شده بود که حتی فقیرترین خانواده ها بتونن بچه رو به مدرسه بفرستن اما خب این مسئله چرا اینقدر مهمه؟ این آموزش چرا اینقدر مهمه؟ چون آلمان تا قبل جنگ جهانی دوم هم کشوری برپای صنعت بود به خاطر صنعتش پیشرفت کرده بود اون هم توی رقابتی ترین سنت های ممکن بیشتر این اختراعات ثبت شده توی اروپا متعلق به آلمان بود مثل ماشین موتورهای دیزل یا حتی داروهایی مثل آسپرین یا لوازمی مثل میکروسکوپ و حتی اولین کامپیوتر تاریخ هم تو این کشور ساخته شد خب همه اینا بدون داشتن مردم تحصیل کرده و باسواد و آموزش دیده برای کار کردن توی صنعت غیر ممکن بود همچنین آلمان تجارت قوی هم داشت تجارت با کشورهای منطقه اروپا یا حتی خاور دور و دولت آلمان از این موضوع حمایت میکرد چجوری حمایت میکرد دولت آلمان سرمایه گذاران رو مجبور میکرد به همون اندازه که تو کشورهای دیگه سرمایه گذاری میکنند تو خود آلمان هم سرمایه گذاری کنند این یه نکته خیلی مهمه و خب موقعیت جغرافیایی آلمان هم نباید دست کم بگیریم از نظر جغرافیایی آلمان توی یکی از نکات خوب اروپا قرار گرفته بود که که هم میتونست با اروپای شرقی، اروپای غربی، کشورهای اسکاندیناوی و از طریق ترکیه با ایران و کشورهای خاورمیانه تجارت کنه و همچنین به مواد اولیه که برای انقلاب صنعتی لازمه دسترسی کامل داشت مثل زغال سنگ و آهن همه چیز تا واسط قرن 20 خوب پیش میرفت که هیتلر یهو یه حوس کشورگشایی کرد و خواست نژاد اصیل آریایی خودش رو گسترش بده که طبیعتا این موضوع باعث نابودی کشور آلمان شد اگرچه آلمان زیاد طولی نکشید و در کمتر از 20 سال بعد جنگ جهانی دوم تونست ریکاوری کامل کنه مرکز علمی رو دوباره بسازه زیر رو دوباره برپا کنه زاددار رو بسازه و دوباره بشه اقتصاد برتر اروپا شاید الان بپرسین که چطور این کار کردن چرا ایران نتونست 20 سال بعد از زنگ در حالی که کلی ذخایر نفت و گاز داشتیم کشورمون رو بسازه و بشین مثلا یک اقتصاد قوی آلمان علارت مواصف هایی که دیده بود از زنگ زمیت تحصیل کرده ای داشت زمیت آقا و کارآفرین موفق آلمانی و اختراعاتی که به سر رسیده بود توی این کشور مخصوصا در طول زنگ باعث شد که فرهنگ تولید آلمان پاورزا بمونه که این باعث شد فرهنگ تولید کنندگی آلمان فاورجا بمونه و سیاست های ریکاوری و بازسازی کشور آلمان از اون زمان تا الان میشه گفت ثابت بوده. خب سوال پیش میاد که محور اصلی بیزینس آلمان چیه؟ سه تجارتی دارن که اینقدر پیشرفت کرده. جواب این سوال توی یه خط. صنعت پیشرفته با نوآوری روزافزون. به دلیل متصل بودن مراکز علمی به صنعت به صورت مستقیم و توسعه علمی در کنار این. به این یه نگاه بندازین تو سال 2020 دولت آلمان بیش از 100 میلیارد یورو خرج R&D یا همون Research and Development کرده یا همون تحقیق و توسعه کرده که این مبلغ سه برابر درآمد نفتی ایران تو همون سال هست فکر کنم تا همین جای کار متوجه شدین که موفقیت یک کشور یه شبه و یرخی به دست نمیاد حالا این بحث تحقیق و توسعه بود که بود بحث سطح آموزش و اندازه شرکت های تجاری هم داستان مشابهی رو داره به نمودای یه نگاه بندازین مردم آلمان یکی از زمیت هستن که بالاترین میانگین سالوی حضور در مدرسه رو دارن که اجازه میده شرکت ها را راحت توسعه پیدا کنن و بزرگتر بشن چون به نیروی کار تحصیل کرده و متخصص دسترسی دارن خب سیستم آموزشی آلمان خیلی جالبه اینجا بچه ها رو از همون سن پایین به سن و مدرسه مختلف میفرستن بر اساس فوش و نمراتی که گرفتن الان میان میگین که این کار خوبی نیستش که بچه های با اوش رو جدا کنیم از بچه های مثلا با کمتر و نمرات کمتر و با اوشترین ها رو یه مدرسه بفرستیم متوسط ها رو به یه مدرسه و اونایی که نمرات خیلی کمتر دادن رو به یه مدرسه دیگه ولی این سیستم توی آلمان توی دهایه گذاشته جواب داده ولی خب توی ایران هم تقریبا یه سیستم مشابه همین رو داریم ولی با این تفاوت که توی ایران وضعیت مالی خانواده خیلی تاثیر داره روی سرنوشت بچه‌هاشون ولی خب و خب اونایی که مثلا وضعیت مالی خوبی ندارن حتی اون مدرسه های پایم میرن زیاد نتیجه خوبی نمیگیرن ولی آلمان خب فرق مزیت بزرگی که این کار آلمانیا داره اینه که وقتی بچه‌ی باهوشو به یه مدرسه میفرستن و همه های اون مدرسه تقریبا باهوش و با استعداد هستن اینا وقتی با هم کار میکنن نتیجه کار بهتر میشه اینا کار گروهی میکنن با هم درس میخونن با هم یاد میگیرن و خب معمولا خروجی این مدرسه افرادی هستن که به دانشگاه میرن و تحصیلات آکادمیک دارن و خب دانش آموزایی که مثلا به درس و علاقه ندارن نمرات پایینتری دارن یا یا مثلا حالا یه ذره کمتر باهوش هستن، بعد مدرسهشون اینا به دورهای آسپیلدون میرن دورهای کارآموزی میرن یا ترینینگ سشن ها میرن و بیشتر وارد کارهای عملی میشن تا تحصیلات آکادمیک خب تا اینجا کار دو تا از دلیل که چرا آلمان اینقدر پیشرفته و قدرتمنده و چرا اینقدر ثروتمنده رو گفت اولینش سیستم آموزشی متمرکز روی بهرهوری هستش که الان توضیح داد دومیشم همین مربوط به صنعت بود یه سری سنت های صنعتی تاریخی که در طول چندین دهه به وجود اومده یا همون صنعت موثری که دارن خب ویدیو داره طولانی میشه دو تا دلیل بعدی که خیلی کوتاه هستن احتمالا دو سه دقیقه طول بکشه رو میذارم ویدیو بعدی تا اینجا کار اومدی لایک و سابسکرایب یادت نره کامنت هم بذار سوال داشتی بپرس ثبات میدم حتما تا ویدیو بعدی بای بای